بریم یه سری عکس باحال که فقط تو ایران میشه پیدا کرد و نشونتون بدم. عکس اول تو یکی از شهرهای کشورمون یه تالاری هست که من نمیدونم تو کدوم شهره، عروس و داماد سوار قالیچه پرنده میشن و میرن سر سفره عقد، که هم خلاقیت عجیب و باحالیه، هم اینکه از نمای پایین یکم طنزه. و اینکه سوالی که دارم اینه که این قالیچه یه قالیچه واقعیه یا نمادینه؟ آخه زیر شکم داده و انگار که حالت گرفته. اگر قالیچه معمولیه یکم به نظر خطرناک میاد. امیدوارم حداقل این چیزی که ساخته شده و خب خلاقیت هم توش به کار برده شده استاندارد باشه و اتفاقی برای عروس داماد پیش نیاد. عکس بعدی توی اسنپ فود یه آقایی نوشته که واقعا حیف 1000 تومن واسه این غذا به درد نخورد. بعد مدیر رستوران بده در جوابش نوشته حیف اون غذایی که تو خوردی. تاریخش هم 22 مرداد 1400 بوده، یعنی هم مردم بی اعصابن همون مدیر. عکس بعدی نوشته مبل دست سوم، شایدم چهارم یا حتی پنجم. بعد تو دستبندی مبلمان و صندلی راحتی هم هست، یعنی این تنها چیزی که نیست راحتیه. بعد این اصلا چیزی نیست که روش بشینی، یه پارچه افتاده روش، اینو حداقل یکم بهش میرسیدی، حداقل تمیز میکردی بعد عکسشو میذاشتی. عکس بعدی نوشته خطر. یعنی چطور ممکنه کوه تبدیل به اون کلمه بشه؟ تصویر بعدی نوشته سوسیس همبرگرد کالواس موجود است. همبرگرد و کالواس. عکس بعدی یه نفر تو دیوار کاپشنشو گذاشته و زیرش نوشته کاپشن، کاپیشان، کافشن، کافیشن، بارونی و پالتو. بنده خدا به همه زبونا نوشته امروز کوهنوردی بودم، یه دفعه چشمم به این تابلو خورد. یکم مشخصه که خراشیده شده و احتمالاً پریدن بوده. ولی خب عکس والی در منه. این آیا پریدن بوده یا دویدن بوده؟ یه نفر تو تاکسی این عکس رو گرفته، بعد زیرش نوشته یعنی کلیدش کجاست؟ راست میگه، چجوری روشن میشه؟ بعد بگیم پراید بده. یعنی کدوم ماشین تو دنیا دیدین که همچین آپشنی داشته باشه؟ عکس بعدی دوباره از تابلوها نوشته ران آقای مهربون. رستوران آقای مهربون بوده که قبلش سوخته و شده ران آقای مهربون. ولی خب این اسمش هم بامزه است. در جای خشک و خنگ. این الان سوالی که من دارم اینه که روی همین یه دونه بسته اشتباه چاپ شده یا روی تمام بسته ها؟ چون اگر روی تمام بسته ها این اشتباه چاپ شده باشه خیلی بده و کسی میدونه این چیه؟ عکس بعدی هم که دو تا در، من تا حالا همچین دری ندیدم، چرا اینجوریه؟ بعد زیرش نوشته چیزی نیست، چند وقت دیگه فارغ میشه یه دریچه به دنیا میاد. راست میگه، انگار حامله است. من فکر میکنم پارکینگش کوچیک بوده، احتمالا درش رو اینجوری طراحی کرده که ماشینش راحت‌تر جا بشه. موز 30,000 تومن. چیه را هندونه داری؟ علی صادقی راست میگفت توش موز موز بفرمم توش موز موز. یا خدا، پیکان پیکانو وانت کرده، یعنی شده پیکان وانت. 80% پیکان، 20% وانت. زولبیا نوتلایی، چون رنگش تیره است. زولبیا چه ربطی به نوتلا داره؟ یعنی برای محبوب شدن زولبیا دست به هر چیزی میزن دیگه، با همه چی ترکیب شد. تابلو زده سرویس بهداشتی برادران جلوتر، بعد زیرش نوشته ورود آقایان ممنوع. یعنی چی؟ الان بالاخره آقایون برن نرن. عکس بعدی نوشته درب و پنجره سازی و نه در داره نه پنجره. چرا؟ حتی بالا هم نمیشه رفت، یه نردبون گذاشتن. بعد از نردبون بری بالا و به هیچی میرسی که. هرچی باز میکنم هیچکی توش نیست. اینا این هیچکی توش نیست، یکی هیچکی توش نیست، اونورش کردم هیچکی توش نیست. عکس بعدی نوشته فروشنده اصرار داشت که شلوار خارجی. اومدم خونه دیدم غلط املایی هم داره، made in ایران، و نوشته made in این ایران، تولیدی این اضافه گذاشته. ولی خب چرا سرچ نکردن قبلش؟ وضعیت مانکن ها چرا اینجوریه؟ اون صورتی، یعنی اون مانکن صورتی زشت‌ترین مانکنیه که من تو کل دنیا دیدم. بعد این یکی از گردن یهو وز شده به پایین تنه. کفش زنانه 2 ماه پیش.
خیلی عالیه، خوشگل، شیک، حتما بخرید. به عنوان استفاده کردن به جای گوشکوکو به راست میگه. این چرا این شکلیه؟ و به نظرم زشت‌ترین کفشیه که تا حالا دیدم. بعد من احساس میکنم که اصلا پشنه کفشش استاندارد نیست چون کج انگار. عکس بعدی بوس سوم توی دید و بازدید. راست میگه، به خدا راست میگه. یعنی این بوس سوم تو عید دیدنیا واقعا دردسره. من نمیدونم کی میخوایم بوس سوم رو تمومش کنیم. 60-70% بوس سوم به لب گرفتن ختم میشه و این خیلی بده، خیلی بده، اصلا عاقبت خوبی نداره. باور کن بوس سوم عاقبت خوبی نداره. بابا این که دیگه شاهنامه است، تو شاهنامه بوس سوم به لب ختم شده. بیا این توافق کنیم دیگه بوس سوم نکنیم. انجام پروژه های دانشگاهی و ربط گورخر به انجام پروژه های دانشگاهی چیه؟ یعنی الان اون گورخره دانشجوه، استاده، بعد چی آخه؟ چه ربطی داره؟ برج ایفل داریم تو ایران، من نمیدونستم. مگه میشه این کجاست؟ اصلا لوکیشن هم نزده. الان این میدون ایفله، ایفلچه، ایفلک، بچه ایفل، این چیه؟ کسی میدونه این کجاست؟ تو کدوم شهره؟ لطفا اگه میدونین تو کامنت ها به من بگین. من تا حالا همچین چیزی ندیدم. ولی خب باحال طراحی شده. عکس بعدی پشت پراید نوشته بیمه معبد شاولین. معبد شاولین تا جایی که من میدونم مال چینه، اصلا ربطی به ژاپن نداره. عکس بعدی نوشته که من سوار اسنپ شدم دیدم فضا شاعرانه بود. چرا اینجوریه؟ شمع روشن کرده و اون دوتا چیه؟ عروسک انگار. عکس بعدی نوشته هم با خرسقیل. چقدر تابلوها سوتی داره؟ مگه این تابلوها چجوری چاپ میشه؟ وای من این مدل سرسره رو خیلی دیدم. این چه طراحیه؟ این که دیگه خیلی وضعش خرابه. باز هنوز قابل قبوله. من از این بدتراش هم دیدم. یعنی یه طراحیای عجیبی از سرساره تو ایران وجود داره که هیچ جای دنیا فکر کنم ندیدم. بچه از پشت دایناسور میاد پایین، بعد من جایی نمیبینم که بچه بره بالا. الان این بچه از کجاش میره داخل؟ اصلا جایی نداره. سرعتگیر تو پیاده رو. چرا سرعتگیر اینجاست؟ اینو شهرداری گذاشته یا صاحب اون خونه اقدام کرده؟ چجوریه؟ چرا دست انداز اونجاست؟ اونم دوتا. یعنی هیچ جای دنیا نمیشه همچین چیزی دید. عکس بعدی هم نوشته فروشگاه پوشاک عرضه انواع لباس مردانه و زنانه به قیمت کشتارگاه. چقدر رو تابلوها ما سوتی داریم. یعنی قشنگ میشه یه ویدیو جدید در مورد تابلوها ساخت. اصلا شنیده بودم زیبارویان بی‌وفایند، تو چه مرگت میمون. سخن نیسان. بعد استیکرش باحاله. انصافا بعضیش خیلی باحاله. این کسایی که وانت دارن اکثرا ذهن خلاقی دارن. عکس بعدی نوشته از نمونه های دیده داخل فرمایید. یعنی چی؟ یعنی اون تابلو که چاپ شده نخوندین یه دور ببینین؟ آخه کلن 4-5 تا کلمه. چقدر ما سوتی از تابلوها داریم. سالاد فصل، زیتون شور، زیتون پرونده، ماست موسیر، زیتون پرونده. عکس بعدی پراید 131 دوگانه سوز مدل 91. این چرا اون بالاست؟ وقتی ماشین رو میخواد بذاره واسه فروش چرا رفتی روش خوب باخه؟ یعنی اصلا عکسایی که توی دیوار منتشر میشه از عکسای اینستاگرام عجیب تره. یعنی من یه چیزایی تو دیوار دیدم که اصلا تو اینستاگرام ندیدم. یا خدا این چقدر خطرناکه. این همین جلو ماشین اومده پیچیده جلوش، بعد زیرش نمیشه این دیگه نه به نیسان نیست نه به چیه. واقعا راست میگه بابا با موتور اصلا این که تعادل تو حفظ کردی واقعا خیلی عجیبه. بعد موتور اصلا کج شده، یعنی فکر کنم 100 متر دیگه بری جلو قشنگ بیفته. بعد اون آقایی که اون بالا نشسته بدون هیچ کلاه و هیچ وسیله اینجوری یعنی راحت نشسته داره هوا میخوره. یعنی ریسکی ترین کارهای دنیا رو ما ایرانی ها انجام میدیم. نوشته دلیل بیخوابی امشب هم. یعنی این لباس شویی اصلا کاری ندارم چجوری اونجا جا شده. اصلا اوکی هر جوری که جا شده به من بگو چجوری درشو باز میکنی. عجیب ترین مهندسی ها، عجیب ترین چیزا، اصلا همه چی عجیبه اینجا. یعنی اگه حساب کنیم از داخل کابینت هم بخواد باز کنه باز بالاخره یه میله جلوشه، نمیتونه که. اصلا نمیشه، هر جور دارم حساب میکنم در این باز نمیشه. اگر صابخونه این تصویر داره این ویدیو رو میبینه تو رو خدا یه ویدیو بفرست من بفهمم چجوری در این ماشین رو باز میکنی. وای این قضیه خیلی بده. یعنی این که چهره یا بدن یه نفر رو کیک چاپ میکنن واقعا خیلی ریسکی و بده و اتفاقات ناگواری ممکنه پیش بیاد. حالا واسه این که صورته ممکنه جای بدتر هم بیفته.
قوری فروشی تخصصی جهت حمایت از کالای ایرانی، یعنی کسی که اینو درست کرده خیلی هنرمند بوده. از چند تا جنس مختلف، ابتکار بالا و ایده خلاق جوانان کشور به بالاترین پیشنهاد به فروش میرسه. من به نظرم اینو نفروش، واقعا عتیقه است. چجوری اینو درست کردی؟ بعد ولی خب خدایش این آپشن خوبیه که جلوش در داره. عکس بعدی که دوباره جزو عکسای دیواره، نوشته که تلاشش برای عکاسی از محصولش قابل تقدیره. راست هم میگه، این چه عکسیه؟